از این حس بیایم بیرون و چند تا اسم بهت بگم. چیزی که رضا کیانیان عزیز در موردش بذاری منم راه رضا آقای کیانیان نه از اونجایی که استاد من میخوام امشب استار نه خیرم اسم من میخوام از شما چند تست بپرسم. این اتفاق این خوبه بگو آره. من قبول چند تست بپرسم قرار امشب بهرام رادن از من حالا یکم مجری بشم بگو من دوربین من برمیاد ازت خیلی ماشاءالله خوش سر زبونی آره جدی مثل خودم خب ببین رضا برنامه‌ای که الان مجریش هستی یک برنامه‌ای هستش که نمونهش در دنیا زیاد هست. بله قبول دارم. من حالا دوتا نمونه برات مثال میزنم که این دوتا نمونه همون جوری که من بازیگر واسه مارون براندو و مثلا میریل استریپ بزرگان سینما هم هستن، در مجریگری یک آدمی داریم مثلا به اسم لری کینگ خب و اپرا وینفری خب که این دوتا مجریانی هستن که برنامه های تاکشوی زنده اینجوری رو با هنرپیشه ها، سیاست مدارا، حتی لری کینگ خیلی دایرش بیشتره، حتی کسی که مثلا بچهش رو رفتن کشتن میاره باش صحبت میکنه فهم. یک فرقی هست بین این دوتا، فرقشون اینه که لری کینگ تقریبا سال تو سی ان ان سالی تقریبا 35 میلیون دلار درآمد داره، اپرا وینفری سالی 95 میلیون دلار درآمد داره، تقریبا سه برابرش. دلیلش اینه که الان میخوام از این بحث به یه جای دیگه برسم و دلیلش اینه که لری کینگ میاد میشینه صحبت میکنه، مثل تو گاف نمیگیره اینجوری که مثلا بذار الان یه شیطونی من کجا گاف میگیرم میدونی کجا برنامه من خیلی ناراحت شدم بگون. تو برنامه باران خب راجع به ابراهیم حاتمی کیا صحبت کردی؟ خیلی کار بدی بود. جدی؟ خیلی کار بدی بود. نه اینی که از پشت صحنه یه چیزی دارن یواشکی به تو میگن، حالا من اصلا کاری به اصل ماجرا ندارم ها خب، ولی اینی که مثلا چون من همون یتیکش دیدم یه قسمتشو میپذیرم خب. اینی که من حالا بالا هم بگین چیه خب، این ضایع کردن دختره که اگر بخواد از خودش دفاع بکنه باید جلوی پدرش وایسه دیگه، میدونی؟ و من باران و 50% حرفاتو قبول میکنم، 50% حرفتو قبول میکنم. اگر من بلند نمیگفتم که آقای جهانگیر کوثری همچین حرفی زدم بهتر بود، اینو میپذیرم. ولی اینی که نباید میپرسیدم که با حاتمی که کار میکنه، نه من اونو نگفتم، من بلند اونو قبول دارم، 50% 100% قبول دارم. حالا ببین نگاه کن، حالا فرق لری کینگ و اپرا رزارشی اگه بخوام ببینی با رزارشی اینجوریه که اپرا چرا الان مجله زده، چرا الان اپرا میگم 95 میلیون دلار فقط داره از ای بی سی میگیره پول، خب به این دلیلی که اپرا کاری میکنه. برام دو دقیقه وقت داره، تو این دو دقیقه من تمومش میکنم چون باید قرعه کشی نام بکنم. اپرا کاری میکنه که اگر مثلا رضا رشید پور مهمون برنامه شه، اگر رضا رشید پور انقدره، بعد از برنامه اپرا میشه انقدر بزرگش میکنه. رضا بیا سعی بکنیم خب توی کارامون از لوله کش و راننده تاکسی گرفته تا من و تو رئیس جمهور، هر کدوم تو هر کاری که میکنیم بهترین باشیم. باریکالله. فکر میکنی اگر واقعا اینجوری باشه، یعنی اون لوله کشه، اون برق کاره، تا اون مهندسه، همه فکر کنن آقا من یک تکلیفی دارم و این تکلیفم میخوام بهترین باشم، ایران چه شکلی میشه؟ خیلی زیباتر از اینی که هست. موافقی با این ماجرا؟ خیلی جمله قشنگه. بذارید اصلا نتیجه برنامه شما همین باشه. بهرام خیلی نکته خوب میگه. هر کاری که انجام میدیم سعی کنیم بهترین باشیم. حداقل سعی رو انجام بدیم. درسته رضا رشیدپور نمیتونه حالا بهترین باشه، ولی میتونه سعیشو بکنه. بهرام رادان با گرفتن دو تا سیمرغ میتونه مغرور بشه، ولی مغرور نمیشه، روند رو به رشدش رو طی میکنه و ادامه میده. با این زرنگی که کردی، نه اسمار از من پرسیدی نه گذاشتی من اسمار بگم.